وقتی خاطراتمون رو توی ذهنمون مرور میکنیم، مثل اینه که سوار یه ماشین زمان شدیم و به گذشته سفر کردیم. اتفاقاتی که خیلی وقت پیش برامون افتاده رو دوباره توی ذهنمون تکرار میکنیم و با جزئیات کامل میبینیمشون. اما به نظر میاد این سیستم حافظه ما همیشه هم درست و بی‌عیب کار نمیکنه. وقتی خاطراتمون رو توی ذهنمون مرور میکنیم، مثل اینه که سوار یه ماشین زمان شدیم و به گذشته سفر کردیم. چقدر این صحنه آشنا بود، انگار قبلا یه جای این حرفا رو زده بودم. امروز میخوام درباره یه اتفاق خیلی عجیبی صحبت کنم که خودم تا دلتون بخواد تجربهشو داشتم. دژاوو. یعنی داری یه کاری میکنی یا یه صحنه ای رو میبینی، یهو به خودت میای میگی چقدر اینجا آشناست، انگار قبلا دیدمش. از تجربه های دژاووی خودم هم آخرهای ویدیو صحبت میکنم و براتون میگم که با این حس عجیب غریب چیکار کردم. پس بریم ببینیم دلیل دژاوو چیه، کیا تجربهش میکنن، علم چه جوابی براش داره و کلی مطالب دیگه. اما قبل از ادامه، اگه به اینجور محتواهای علمی علاقه داری، اون دکمه سابسکرایب پایین ویدیو رو هم بزن و عضو کانالم شو. تقریبا 2/3 آدما تو طول زندگیشون حداقل یه بار دژاوو رو تجربه میکنن. دژاوو یه کلمه فرانسوی به معنی قبلا دیده شده که تو فارسی بهش میگیم آشناپنداری. از نظر تاریخی اولین اشاره‌ای که به دژاوو شده برمیگرده به سنت آگوستین که ازش به عنوان خاطرات دروغین اسم برده. خود کلمه دژاوو رو اولین بار سال 1876 امیل بویراک فیلسوف فرانسوی استفاده کرد. برای توضیح دلیل دژاوو تا حالا بیشتر از 40 تا فرضیه مختلف داده شده. از فرضیه‌هایی که دژاوو رو یه پیام از طرف خدا می‌دونستن تا فرضیه های منطقی تری مثل تأخیر توی انتقال پیام های عصبی. اما طبق تحقیقی که کردم هنوز هیچ کدومشون 100% اثبات نشدن. دلایل مختلفی هم داره. یکیش این که دژاوو یه احساس خیلی زودگذره که باز تولیدش برای آزمایش کردن کار خیلی سختیه. اما تا الان متوجه شدیم که با حافظه ما ارتباط داره. حتی با بیماری سر هم ارتباط داره. چیزی که باعث خوشحالیه اینه که پیشرفت‌های خیلی زیادی که توی عکسبرداری از مغز و روانشناسی و چیزهای دیگه داشتیم تونسته خیلی از اون فرضیات غیر علمی و غیر منطقی که در مورد دژاوو وجود داشته رو رد کنه. حالا بریم با هم درباره 10 تا از مطرح‌ترین دلایلی که برای دژاوو میارن صحبت کنیم. فقط بازم تکرار میکنم که اینا همه فرضیه هستن. هنوز هیچ کدوم اثبات نشدن. ما داریم به عنوان دلایلی که برای دژاوو مطرح میکنن بررسیشون میکنیم. دلیل شماره 1، ترکیب احساسات و حافظه. طبق یه آزمایش معروف به نام آزمایش گرانت و همکاران که سال 1998 انجام شد، مشخص شد که حافظه ما وابستگی زیادی به زمینه داره. حالا این معنیش چیه؟ یعنی ما توی یه محیطی داریم مطالعه میکنیم و اطلاعات وارد مغزمون میکنیم. حالا اگه بریم توی یه محیط دیگه‌ای که مشابه همون محیط هست، چیزایی که حفظ کردیم خیلی راحت‌تر یادمون میاد. احتمالاً شما هم شنیدید که میگن اگه موقع حفظ کردن یه درسی یه آدامسی با یه طعم خاصی بجوی، بعد موقعی که میخوای امتحان بدی از آدامسی با همون طعم استفاده بکنی، چیزایی که حفظ کردی بهتر یادت میاد. این یعنی همون حافظه وابسته به زمینه که به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته. یعنی ما هیچ تسلطی روش نداریم. همین قضیه ممکنه یه توضیح برای دژاوو باشه. یعنی دژاوو وقتی اتفاق میفته که یه بو یا یه صدا یا یه صحنه خاصی ضمیر ناخودآگاه ما رو تحریک کنه. در نتیجه خاطره که با همون بو یا صدا توی مغز ما ثبت شده به صورت ناخودآگاه گاه یادمون میاد و حس میکنیم که این صحنه خیلی برامون آشناست، قبلا انگار اتفاق افتاده. شماره 2، پردازش دوگانه. این فرضیه هم سعی میکنه دژاوو رو بر اساس طرز کار حافظه توضیح بده. لوب گیجگاهی مغز که این قسمت بالای گوش هاست، وظایف مختلفی داره که یکیش دریافت اطلاعات ورودی از حواس ماست. اتفاقی که میفته اینه که بعضی وقتا این اطلاعات دو بار با یه فاصله زمانی بیشتر از حد معمول وارد این قسمت از مغز میشه. یعنی دفعه اول این اطلاعات وارد لوب گیجگاهی میشه، طبقه بندی میشه، تو حافظه ذخیره میشه، بعد دوباره چند میلی ثانیه بعد همون اطلاعات دوباره وارد همین قسمت میشه. اما مغز سریع متوجه میشه که این اطلاعات قبلا تو حافظه بوده،
برای همین طرف حس میکنه که این صحنه خیلی براش آشناست. یه فرم دیگه از پردازش دوگانه باز برمیگرده به همین روش ذخیره اطلاعات ورودی توی مغز. اینجوری که مثلا وقتی یه صحنه خاصی رو میبینیم، اطلاعات ورودی از طریق اعصاب چشما وارد بخش بینایی مغز میشه. اما یه وقتایی اطلاعات از یکی از چشما چند میلی ثانیه زودتر از اون یکی چشم به مغز میرسه. یعنی وقتی که اطلاعات از چشم اول به مغز رسیده و توی حافظه هم ذخیره شده. اینم باز باعث میشه که اون شخص فکر کنه این صحنه رو قبلا یه جایی دیده، اما هر چقدر که فکر میکنه یادش نمیاد کجا. شماره 3، جهانهای موازی. یه فرضیه دیگه اینه که دژاوو یه جور برخورد یا تقاطع بین جهانهای موازیه. یعنی اون کاری که شما موقع تجربه دژاوو انجام میدید، یه ورژن موازی از شما توی یه جهان دیگه دقیقاً همزمان همون کارو داره انجام میده. این ایده شاید به نظر جالب بیاد، اما خب هیچ شواهد علمی پشتش نیست، برای همین زیاد نمیشه روش حساب کرد. یکی از افرادی که مخالف این نظریه است میچیو کاکو، فیزیکدان معروفه. میچیو کاکو به حرف استیو واینبرگ، فیزیکدان برنده جایزه نوبل، استناد میکنه و میگه ما فیزیکدان‌ها معتقدیم که جهان‌های موازی بیشماری وجود دارن که حتی داخل اتاق ما هم هستن، مثل امواج رادیویی که همه جا حضور دارن. داخل اتاق شما امواج شبکه‌های مختلف رادیویی به صورت همزمان همه با هم وجود دارن، ولی رادیوی شما فقط در آن واحد یه دونه از این موج‌ها رو میتونه دریافت کنه، چون فرکانس این امواج با هم فرق میکنه. غیر از این بحث جهان‌های موازی، بعضی‌هام سعی میکنن یه ارتباطی بین دژاوو و فرضیه شبیه‌سازی پیدا کنن. توی قسمت اول فیلم ماتریکس، اونجایی که اون هوش برتری که دنیای انسان رو تسخیر کرده دنبال نئو دوستاش بود، نئو یهو حس میکنه که یه گربه سیاه و تکراری میبینه، احساس دژاوو بهش دست میده. بعدش دوستاش بهش میگن که دژاوو توی این دنیای شبیه سازی شده، یعنی ماتریکس، وقتایی اتفاق میفته که اون هوش برتر سعی میکنه یه چیزی رو تغییر بده. شماره 4، شناخت‌های مبتنی بر آشنایی. وقتی که یه چیزی رو توی محیط اطرافمون تشخیص میدیم، از حافظه شناختیمون استفاده میکنیم که دو نوع داره: آشنایی و یاداوری. شناخت مبتنی بر یاداوری مربوط به وقتیه که چیزی که قبلا دیدیم و میشناسیم. مثلا شما همسایه‌ت رو توی خیابون میبینی و میشناسی، یعنی مغز شما از اطلاعاتی که قبلا ذخیره کرده استفاده میکنه و متوجه میشه که این شخص همسایه شماست. اما شناخت مبتنی بر آشنایی اینجوریه که ما باور داریم اون چیزی که داریم میبینیم و میشناسیم، اما هیچ ایده‌ای نداریم که از کجا و چطور میشناسیمش. یعنی هیچ خاطره‌ای نمیتونیم ازش توی مغزمون پیدا کنیم. مثل وقتی که شما یه نفر توی اون میبینی که به نظرت آشنا میاد، اما هر چقدر فکر میکنی یادت نمیاد کجا دیدیش. حالا یه عده‌ای معتقدن که دژاوو هم یه شکلی از همین نوع شناخته. یعنی دژاوو وقتی اتفاق میفته که ما یه خاطره خیلی ضعیفی از یه چیزی که قبلا پیش اومده داشته باشیم، اما انقدر این خاطره ضعیفه که یادمون نمیاد کجا بوده، چطور بوده. پس احتمالاً دژاوو یه خاطره ضعیف و کمرنگه. آزمایشایی هم تو این زمینه انجام شده که تا حدودی تاییدش کردن. شماره 5، نظریه هولوگرام. نظریه هولوگرام توسط یه روانپزشک هلندی به نام هرمان سنو ارائه شده. طبق این نظریه خاطرات ما به صورت تصاویر سه‌بعدی هولوگرامی ذخیره میشه، طوری که مغز میتونه کل یه خاطره رو فقط با دریافت یه جزء کوچیکش بازسازی کنه. هر چقدر این جزء کوچیک‌تر باشه، اون خاطره کاملی که ساخته میشه مبهم‌تره. پس اگه یه بو یا یه صدا یا یه صحنه خاص شما رو یاد یه اتفاقی بندازه که قبلا تجربهش کردید، کل اون خاطره توسط مغز شما بازسازی میشه. همین ایده ممکنه یه توضیح برای دلیل دژاوو باشه. یعنی وقتی یه بخش خیلی کوچیک و کمرنگ از یه خاطره فراموش شده وارد ذهنمون میشه، مغز ما سعی میکنه کل اون خاطره رو به صورت یه هولوگرام کامل بازسازی بکنه تا این حس رو به ما بده که واقعا اون قضیه اتفاق افتاده. اما اون محرک اولیه که باعث ایجاد دژاوو شده معمولا به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته. برای همینم بعد از تموم شدن احساس دژاوو دیگه اون خاطره رو یادمون نمیاد. مثلا شما ممکنه با دست دادن به یه جعبه پلاستیکی احساس دژاوو بکنید، چون که اون حسی که از جنس اون پلاستیک به شما دست میده مشابه قاب گوشیتونه. اما چون به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته و خیلی هم مبهمه، شما معمولا متوجه نمیشید که چرا همچین حسی دارید. شماره 6، خوابایی که از آینده خبر میدن. رویای پیش‌شناختی به اون دسته از رویایی گفته میشه که حوادثی که تو آینده اتفاق میافتن رو پیش بینی میکنه. بعضیا که تو اطرافیان خودمون هم هستن ادعا میکنن که چیزایی تو خواب میبینن که بعدن تو بیداری براشون اتفاق میفته. مثلا برای خود من زیاد اتفاق میفته که خواب
میبینم، خوابم هم با جزئیات کامل یادم میمونه، بعد دو سه روز بعد همون خوابی که دیده بودم توی بیداری برام اتفاق میفته. حالا این چه ارتباطی با دژاوو میتونه داشته باشه؟ خب ممکنه ما اون لحظه‌ای که احساس دژاوو داریم در واقع داریم اون صحنه‌ای که قبلا توی خواب دیدیم و تجربه می‌کنیم. مثلا شما ممکنه خواب ببینید دارید توی یه جاده رانندگی می‌کنید، چند روز بعد همین کار رو توی بیداری توی همون جاده یا یه جاده مشابهش انجام میدید و یهو به نظرتون میرسه که اینجا چقدر آشناست، انگار قبلا اینجا بودم. شماره 7، توجه تقسیم شده. این فرضیه توجه تقسیم شده خلاصش اینه که وقتی که ما روی یه موضوع خاصی تمرکز داریم به صورت خودآگاه یا نیمه خودآگاه به بقیه چیزهای اطرافمون هم توجه داریم، یعنی توجه ما بین چند تا چیز تقسیم شده، بقیه چیزها به صورت ناخودآگاه توی حافظه ما ذخیره میشن. وقتی که کار اصلیمون تموم میشه یهو حس میکنیم محیط اطرافمون چقدر آشناست. مثلا شما وقتی که میری مهمونی در همین حینی که وارد خونه میشی و با صابخونه سلام احوال پرسی میکنی ذهنت به صورت ناخودآگاه محیط اطراف رو تجزیه تحلیل میکنه. بعدش که احوال پرسی تموم میشه و میشینی یهو حس میکنی که این خونه چقدر برات آشناست. پس دژاوو ممکنه اطلاعاتی باشه که ما به صورت ناخودآگاه دریافت میکنیم. شماره 8، آمیگدال یا بادامه مغز. آمیگدال یه بخش خیلی کوچیکی از مغز ماست به اندازه بادوم که به درک احساسات مختلف ما کمک میکنه، مخصوصا ترس و خشم. کسی که از سوسک میترسه وقتی که سوسک میبینه آمیگدال بهش دستور فرار میده. تا اینجاش مشکلی نیست، اما مسئله اینه که بعضی وقتا همین دستورات آمیگدال باعث میشه که مغز نتونه تصمیم درست و منطقی و سریع بگیره، یعنی توی رفتار عادی مغز یه اختلالی پیش میاد. احتمالا تجربه کردید که وقتی دارید از خیابون رد میشید یهو یه ماشین با سرعت زیاد بهتون نزدیک میشه، سر جاتون میخکوب میشید. در واقع آمیگدال اونقدر حس ترس شدیدی تو شما ایجاد میکنه که توان واکنش سریع برای بیرون رفتن از خطر از شما گرفته میشه. حالا این ارتباطش با دژاوو چیه؟ خب یه عده‌ای فکر میکنن که دژاوو نتیجه اختلال توی عملکرد مغز به خاطر همین دستورات آمیگداله. یه مثالی که براش میزنن اینه که شما فرض کنید وارد یه خونه‌ای میشید که درش و پنجره‌هاش و دیواراش اینا همه برای شما آشناست، اما اساسیه خونه یه جور دیگه است، غیر آشناست. اینجا آمیگدال میاد یه حس ترس و سردرگمی به شما میده که باعث میشه مغز درست نتونه تصمیم بگیره که آیا اینجا رو قبلا دیده یا ندیده. مغز سردرگم میشه، دچار تناقض میشه، در نتیجه شما احساس دژاوو میکنی. شماره 9، تناسخ. افرادی که معتقد به تناسخن نظرشون اینه که ما قبل از این زندگی فعلیمون به عنوان یه شخص دیگه زندگی کردیم اما هیچی از اون زندگیمون یادمون نمیاد. یه چند نفری هم تا حالا ادعا کردن که توی زندگی قبلیشون یه شخص دیگه بودن و جزئیات زیادی هم از اون زندگیشون تعریف کردن. هرچند اونایی که تناسخ و باور دارن میگن هیچ خاطره ای از زندگی گذشته یادمون نمیاد، چون که اون خاطراتی که توی یه سطحی از آگاهی ایجاد شده رو نمیشه به سطح دیگه ای منتقل کرد. حالا ارتباط تناسخ و دژاوو رو اینجوری توضیح میدن که بعضی وقتا ممکنه یه محرکی توی محیط وجود داشته باشه که باعث بشه این انتقال آگاهی اتفاق بیفته. یعنی مثلا یه بو یا یه صدا یا یه صحنه خاصی رو حس میکنیم که توی زندگی قبلیمون حسش کرده بودیم. در نتیجه چند لحظه زندگی قبلیمون یادمون میاد و فکر میکنیم که این صحنه برامون آشناست. شماره 10 و آخرین فرضیه، سرع لب گیجگاهی. یکی از بهترین فرضیهایی که برای دلیل دژاوو وجود داره سرع لب گیجگاهی مغزه. بیماری سرع باعث میشه که پیامهای الکتریکی که بین سلولای مغز جابجا میشن از کنترل خارج بشن و روی بقیه سلولای مغز هم اثر بذارن. خب میدونیم که سلولای مغز از همین پیامهای الکتریکی استفاده میکنن برای ارتباط بین خودشون یا ارتباط با بقیه اعضای بدن. وقتی که این پیام‌ها به صورت نامنظم و کنترل نشده در میان و توی مغز پخش میشن باعث تشنج میشن، یعنی طرف میفته روی زمین و شروع میکنه به لرزیدن و حرکات نامنظم. حالا اون افرادی که سرع لب گیجگاهی دارن کنترل افکار و احساساتشون رو از دست میدن، چون که این بخش از مغز برای خاطره سازی و به یاد آوردن خاطرات نقش خیلی مهمی داره. آدمایی که مبتلا به این نوع سر هستن خیلیشون اعلام کردن که دقیقاً قبل از تشنج احساس دژاوو کردن. این یعنی به احتمال زیاد دژاوو با لب گیجگاهی مرتبطه. اما اینجوری نیست که هر کی دچار دژاوو بشه سر داشته باشه. تو اون افرادی که سر ندارن دژاوو ممکنه یه تشنج خیلی کوچیک توی لب گیجگاهی باشه که قبل از اینکه بخواد مشکل خاصی ایجاد کنه از بین میره. اما حالا که
صحبت شد میخوام یه خاطره جالبم از خودم بگم براتون. چند سال پیش به خاطر یه سری مشکلاتی که برام پیش اومد چند بار دچار حمله های سر شدم. البته فاصله بینشون خیلی زیاد بود، یعنی مثلا بعضی وقتا یه ماه دو ماه سه ماه بینشون فاصله میافتاد. قبل از حمله ام شدیداً احساس دژاوو میکردم، یعنی هر جایی که بودم و در حال انجام هر کاری که بودم تا یه چیزی حدود 10-15 ثانیه اسم می‌کردم همه چیز برام آشناست. بعد همینطور توی ذهنم چیزایی که توی چند ثانیه آینده اتفاق می‌افتاد و پیش‌بینی می‌کردم. اتفاقا به نظر خودم درستم در میومد. یه حس خیلی بدی هم داشتم که فقط میگفتم این چند ثانیه زودتر تموم شه بره. اما از اون طرف دچار یه توهمی شده بودم که با خودم میگفتم حتما یه توانایی خاصی دارم که میتونم چند ثانیه آینده رو پیش بینی کنم. یه روز خیلی اتفاقی بعد از اینکه همین احساس دژاوو اومد و تموم شد، با یکی از دوستام رفتیم یکی از این عطاریای بزرگ شهرمون که طرف خیلی از این فازای عرفانی و اینام داشت. بهش گفتم آقا من اینجوری میشم، بعضی وقتا چند ثانیه جلوتر رو میبینم، بعد انگار بیرون از خودمم، یعنی با یه فاصله خودم و اطرافیانم رو میبینم و میتونم حرکات بعدیشون رو حدس بزنم. جالبه اونم تشویقم کرد و آبی هم به آسیابم ریخت و اسم چند تا از این کتابای عرفانی هم نوشت بهم داد که برو اینا رو بخون. اما مشکلم حل که نشد هیچی، هی شدیدترم میشد تا اینکه دیگه رفتم پیش متخصص مغز و اعصاب، که البته باید خیلی زودتر از اینا میرفتم. دکترم بعد از آزمایش‌ها و تشخیصاتی که داد برام دارو تجویز کرد. خلاصه اینکه با خوردن اون داروها غیر از اینکه اون مشکل اصلی برطرف شد، کم کم اون احساس دژاوو هم دیگه به طور کامل از بین رفت. الان دیگه واقعا یادم نمیاد آخرین بار کی احساس دژاوو داشتم، چون که خیلی وقت دیگه سراغم نیومده. در کل نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که من حس می‌کردم یه اتفاق خیلی خارق‌العاده و غیر طبیعی داره برام میفته، در صورتی که اون پیشبینی‌ها، اون حس عجیبی که بعدش میومد فقط به خاطر سر لب گیجگاهی بود که باعث میشد خاطرات و افکارم درست کار نکنه. بعد از این قضیه طرز فکرم نسبت به خیلی از مسائل تغییر کرد. بیشتر از 20 نوع مختلف دژاوو تا حالا تعریف شده که 3 تا از اصلیاش اینان. دژاوکو به معنی قبلا از سر گذرانده، که طرف حس میکنه همه چیز دقیقا همون جوریه که قبلا دیده، یعنی حس میکنه اتفاقاتی که قراره بیفته رو میدونه. دژاویزیت به معنی قبلا ملاقات شده یا قبلا دیده شده، که طرف حس میکنه یه مکان جدید و کاملا میشناسه. دژا سانتی به معنی قبلا احساس شده، که اون شخص فکر میکنه یه چیز خاص و قبلا حس کرده. جالبه که یه چیزی هم داریم به نام ژامیوو یا ناآشناپنداری که متضاد دژاوو هست و معنیش میشه هرگز دیده نشده. کسی که دچار ژامیوو میشه یه چیزی که باید براش آشنا باشه و خودش هم اینو میدونه، هر چقدر که فکر میکنه یادش نمیاد. به هر حال اینا چند تا از دلایلی بود که برای دژاوو مطرح میشه. بعضیاشون علمی تر و منطقی ترن، ولی بعضیاشون مبنای علمی ندارن. من شخصا طبق اون تجربه‌ای که خودم داشتم و براتون تعریف کردم، فکر میکنم که بهترین دلیلش احتمالاً همین سر لوب گیجگاهی باشه. نظر شخصیم اینه، اما خب ممکنه این تنها دلیلش نباشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک فراموش نشه. شما هم نظر خودتون رو در مورد دژاوو برام بنویسید توی کامنت ها حتما. در آخرم مثل همیشه بدون ترس سوال بپرس و دنبال جواب باش.